قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی و چین از روز جمعه اجرایی شد. از این قرارداد چه می‌دانیم؟ چرا بسیاری از مردمان را با قرارداد ترکمنچای مقایسه می‌کنند و در نهایت این قرارداد برای امروز و فردای ایران به چه معناست؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سندی که ایران اینترنشنال پیش از این منتشر کرده، این قرارداد مواردی مثل تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بنادر و جزایر، همکاری در ساخت پیام‌رسان‌های اجتماعی و تأمین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل میشه. این توافق با واکنش‌های گسترده در میان ایرانیان همراه بود، اما با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی از انتشار متن کامل و پیوسته این قرارداد خودداری کردند. به تازگی کابینه ابراهیم رئیسی با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری چین در بندر عباس موافقت کرد. در این برنامه به قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی و چین و تبعات آن برای ایران و مردم ایران می‌پردازیم. سه مهمان داریم: امیر طاهری، روزنامه‌نگار از پاریس، تورج اتوبکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام، و شهریار راهی، تحلیلگر سیاسی از استکهلم همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. آقای طاهری، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. از این قرارداد 25 ساله که از دیروز اجرایی شده چی میدونیم؟ بله، نزدیک به 6 سال پیش حزب کمونیست چین در کنگره‌ای که داشت تصمیم گرفت که قدرت اقتصادی چین رو تبدیل به قدرت سیاسی بین‌المللی بکنه و نقشه کمربند و راه رو انداخت و مذاکرات شروع شد با کشورهای مختلف و سرانجام 142 کشور پذیرفتند که در این زمینه همکاری بکنند با چین. بسیاری از این کشورها توافقهایی را امضا کردند ولی جمهوری اسلامی جزو اینا نبود، مثلا روسیه هم جزوشون نبود. بعد آقای ژی جین پینگ رئیس جمهوری چین در حدود 5 سال پیش به ایران سفر کرد، یه بیانیه مشترکی در 14 ماده اعلان کردن که میدونی البته جنبه قرارداد نداره. بعد دولت آقای روحانی این بیانیه مشترک رو گذاشت به اصطلاح به قول خودمون دم کوزه و روش هیچ کاری نکرد، تا سال گذشته فروردین گذشته آقای ظریف باز یه بیانیه مشترک دیگه با آقای وانگ وی وزیر خارجه چین امضا کرد که باز اونم گذاشتن دم کوزه که آبش رو بخورن، به هیچ جا ارائه داده نشد مثلا به مجلس اینا. و حالا آقای وزیر جدید خارجه جمهوری اسلامی رفته به چین و اعلام میکنه که این از همین امروز اجرایی شد. ولی متونی که داریم یه متن 117 صفحه‌ای هستش که من اینجا دارم که زمان آقای ظریف امضا شد که خیلی شلوغ بلوغ از تربیت گرم ابریشم گرفته تا فرستادن انسان چینی و ایرانی به فضا، اینا رو در بر میگیره ولی کسی امضاش نکرد. یعنی جمهوری اسلامی میدونی طبق معمول با مجموعی از بلوف و خوشبینی و خیال و نمیدونم آرزوهای هپروتی یه چیزی رو عرضه کرده، ولی یه نکته خطرناکی که در این جریان هست اینه که از سال گذشته این برنامه کمربند و راه یه جنبه نظامی هم پیدا کرده که با مثلا حروف خلاصه MERCS مشخص شده که چین بتونه پایگاه نظامی درست بکنه. اولین پایگاه رو در گوادر در پاکستان درست کرده، دومیش در جیبوتی و حالا دنبال این است که پایگاهی هم در شبه جزیره جاسک در ایران برقرار بکنه. و آقای امیر عبداللهیان از صحبت کرده از راجع به دریای مکران، البته منظورش همون دریای عمان هستش که در اونجا چین یک حضور به اصطلاح فعالی پیدا بکنه. در حال حاضر قراردادی مطرح نیست، چون قرارداد یعنی یه چیزی که مشخص متنش مشخص باشه، به زبان طرفین، به مجلسین طرفین ارائه بشه، راجب اسمشه، هیچ کدوم از این کارا نشده. و خطری که وجود داره اینه که زیر جلکی یه کارایی بکنن که
منافع ملی و حاکمیت ملی رو به خطر بندازه. آقای آهی، بخش پایانی صحبت آقای طاهری این بود که به هر حال نگرانی های جدی وجود داره در مورد اینکه این قرارداد حاکمیت ملی رو به خطر بندازه. به نظر شما چرا اطلاعاتی از این سند به این مهمی نیست؟ چرا روال معمولی که معمولا برای قراردادهای خارجی طبق قانون اساسی باید طی بشه در این مورد طی نشده؟ و اصولا این قراردادی که اجرایی شده چرا باید اینقدر پنهان باشه؟ چه چیزهایی ممکنه در اون باشه که مردم نپذیرند یا برای افکار عمومی خوب نباشه به خواسته جمهوری اسلامی که بدونن؟ از خودتون بپرسید. آب نداریم اونا رو، شما با عنوان تحلیلگر چی فکر میکنی؟ نه آخه جوابش رو اینه که چین خواسته که اینها پنهان بمون، یعنی عذر بدتر از گناه، یعنی حق مردم ایران که بدونن یه چیزی اینقدر در سرنوشتشون اثر داره، مفادش چیه، جزئیاتش چیه. نمی کنیم این کار رو به خاطر چین. چرا بدتر از گناهه؟ برای اینکه خود این ثابت میکنه که در شرایط مساوی مذاکره نکردن. اگه در شرایط مساوی مذاکره میکردن هیچ دلیل نداشت که همچین امتیازی به چین بدن که به خاطر چین به مردم خودتون نگین که چی توش هست. ببینین این قراردادها تقریبا یه فرمول داره، نمونه های مشابهشی که دیدیم در جیبوتی، در ونزوئلا، در سریلانکا که آقای طاهری بهش اشاره کردن، یه تغییراتی توشون هست. بعضی مواد توی بعضی هست که توی اون یکی نیست. مثلا اشاره مستقیم به حق داشتن یه پایگاه نظامی توی قرارداد سریلانکا نیست و تو قرارداد جیبوتی هست. به همین دلیل که باید که هند فشار میاره، چین تفره میره و تا حالا این تبدیل به یه پایگاه نظامی نکرد. قوی تر از هند، آمریکا این ایراد رو، همین ایراد رو در جیبوتی گرفت ولی نتونست، چون توی اون قرارداد بود و چین آمد خیلی نزدیک به پایگاه آمریکا یه پایگاه نظامی ساخت که تنها فعلا تنها پایگاه نظامیش در خارج چین هست. اونی که در گوادر هست واقعا پایگاه نظامی نیست. ولی همین هست که اهمیت این رو نشون میده که بدونیم چی توش هست. و هر حال این ایران رو به دهکار خواهد کرد. ایران در شرایط اقتصادی بسیار ضعیفی خواهد بود، نمیتونه پس بده و اون وقت هست که معلوم نیست ما چی قرار تحویل چین بدیم به ازای چیزی که به علت فقیر شدن ما و به علت اینکه درهای دیگر رومون بسته هست تن بدیم به همچین قرار دادیم. بسیار خوب. اشاره کردید، گفتید قراردادهای نظامی متفاوت است در هر کدوم از اینها. آقای طاهری هم به بحث قرارداد با جیبوتی که به هر حال منظور نظامی داره اشاره کردند. در مورد قرارداد سریلانکا که ازش نام بردید، این یک بند داره، بند نظامی، که در واقع در صورتی که دولت اجازه بده میتونن پایگاه نظامی بزنن. آقای عطابکی، شما در این مورد چی فکر میکنید و به نظر شما چرا میبایست مفاد یک همچین قرارداد مهمی از ملت پنهان نگه داشته بشه؟ من گمان میکنم که این سیاست راهبردی جمهوری خلق چینه. جمهوری خلق چین تقریبا چند دهه در حقیقت در این راستا گام برداشته، اهدامه های متفاوتی رو با مفاهیم متفاوت با کشورهای گونگون در آسیای جنوب شرقی، شاخ افریقا امضا کرده و شباهت های اینها با همدیگه دارن. برخیشون هم در حقیقت به تدقیق به خواستای چین پرداختن، برخی کاملا عدم صراحت رو در حقیقت میبینیم در اونها. ولی آنچه که در حقیقت بیشتر مد نظر چینه اینه که در راستای این نگاهی که گمان میکنه قرن 21 قرن ابرقدرتی چینه، برای خودش متحدانی در چهار گوشه جهان به ویژه در افریقا و آسیا پیدا کنه که بتونه با انعقاد قراردادهای از این دست پایگاه‌هایی برای خودش ایجاد کنه. ببینید این داستان که این قراردادها به شکل بسیار بسیار ناروشن و با اصرار عجیب جمهوری چین برای پنهان نگاه داشتن اینها در حقیقت انعقاد پیدا میکنه، به این معناست که چین هنوز هم به این فکره که ممکنه در تحولات آتی بتونه
بضاعت این رو داشته باشه، توانایی این رو داشته باشه که مفاد این قراردادها رو به نفع خودش یا در حقیقت تبیین کنه یا تغییر بده. و این کار رو در حقیقت در جا به جا کرده، در سریلانکا که اشاره کردند دوستان به صراحت این رو ما میبینیم، یعنی کشورها رو چنان ورشکسته میکنن، چنان به زانو در میارن که به هر خواست این جمهوری چین باید بسیار خوب. آقای اتابکی اگه بدید من صحبت رو با خود شما ادامه میدم. همین مورد سریلانکا میگم مثال خیلی مهمی است برای بررسی کردن در مورد اینکه چین قراردادهای تجاریش رو با کشورها چطور میبنده. این رو از این نظر عرض میکنم خدمتتون که در ایران خیلی ها این قرارداد رو با قرارداد ترکمنچای که بسیار خاطره تلخی است در تاریخ معاصر ما مقایسه میکنند. اول اینکه چرا این رو با اون مقایسه میکنند و اصولا آیا شباهتی میبینید بین اون چیزی که اتفاق داره میفته الان و اون اتفاقی که در سریلانکا آورد و عملا این کشور رو به زانو در آورده که نمیتونه به هیچ عنوان مسئله شو حل کنه؟ ببینید، قرارداد ترکمنچای قرنها گذشته ازش و تکرار اون در حقیقت ممکن نیست به اون شکل باشه. جهان امروز ما جهان استعمار نو، حتی از استعمار نو هم حتی میتونیم بگیم گذشته به ابعاد تازه از استعمارگری رسیده که در حقیقت نشانه شو در رفتار روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه و جمهوری چین ما میتونیم اینجا و اونجا سراغ بگیریم. اما شاید اگر که نگاه بکنیم به قرارداد ترکمنچای، ما سه ایالت تالش، نخچوان و ایروان رو از دست دادیم از پی این قرار داد. اما آنچه که در حقیقت بسیار مهم بود این بود که اون زمان امپراتوری روس در حقیقت قرار رو بر این گذاشت، تعهد داد که از ولیعهدی عباس میرزا دفاع کنه بعد از مرگ پادشاه. این در حقیقت تعهد امپراتوری روس بود. شاید در حال حاضر آنچه که مد نظر باشه اینی که بعد از مرگ آیت الله خامنه ای جمهوری چین تعهد رو بده که از پایداری نظام جمهوری اسلامی حمایت کنه و اجازه نده که جنبش مردمی نقطه پایانی بر این جمهوری بذاره. سابقا هم داشته جای چین مانع بشه که مردم با اون چیزی که میخوان برسن یا با خواست مردمی مقابله کنه؟ سابقه نداشته. چین تلاش کرده اینجا و اونجا در جمهوری‌های آفریقایی دخالت داشته باشه، دخالت بسیار بسیار نرم. اما هنوز کارنامه چین به ما، یعنی رصد کردن کارنامه چین تا اونجایی که من میدونم، نشانه ای رو از این رفتار نمیبینیم، به خاطر اینکه معمولا نظام‌هایی که جمهوری چین به حمایت از اونها برمیخیزه چنان منفورن و چنان در برابر مردمشون قرار دارن که سیلاسا در حقیقت این حرکت مردمی که به تغییر منجر میشه چین رو وادار میکنه به تجدید نظر در تمام داده های خودش بپردازه. بسیار خب. آقای طاهری خیلی متشکرم. حالا به سوال من در بخش مربوط به سریلانکا اشاره نشد، امیدوارم که فرصت بشه که بپردازیم، برای اینکه به هر حال بسیار آموزنده است دانستن این قضیه. آقای طاهری شما مقاله نوشتید در مورد چین و ایران و اینکه پیش به سوی روابط استعماری. آقای اتابکی بخش اشاره کردن که قرارداد ترکمنچای به هر حال برمیگرده به اون فرم استعماری کلاسیک، اما چین الان به دنبال یک استعمار نوین مدل قرن 21 است. این در مورد ایران چه وضعیتی داره؟ چین در ایران چه استراتژی رو دنبال میکنه و به دنبال چه اهداف جدی نظامی و اقتصادی هست؟ ببینید، ترکمنچای اگه نتایجش رو در نظر نگیریم، نتایج سرزمینیش رو در نظر نگیریم، یک نوع قرارداد بود. قرارداد بین یک دولت ضعیف، مثل اینکه یه یتیم رو گیر بیارین بزنین تو سرش. و الان ایران درست در همون وضعه. درسته که خاکی چیزی به چین تحویل داده نخواهد شد، همونجور که قاجاری به روسیه دادن، ولی از نظر سبک قرارداد، قراردادی است بین دو طرف نامساوی که یه طرف به یه طرف دیگه دیکته میکنه. به نظر من ایران در حال حاضر نبایستی با هیچ کشوری، چه چین، چه روسیه، چه آمریکا، چه عمان، چه نمیدونم ابوظبی، قرارداد امضا بکنه، برای اینکه در موضع ضعف قرار داره. ایران باید صبر بکنه تا موقعی که دوباره یک دولت منظمی درش هست، یک حداقلی از قدرت رو داره و میتونه به طور مساوی مذاکره بکنه. این مسئله مهم است.
فراموش نکنیم که سفر آقای امیر عبداللهیان به پکن همراه با سفر تمامی کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس بود، یعنی اونا هم از وزرای خارجهشون فرستاده بودن. برای اینکه مسئله اولیه چین این است که نیازهای نفتی خودش رو یه جوری تامین بکنه برای آینده و امیدواره که این کشورها رو به خودش وصل بکنه. ولی در مورد جمهوری اسلامی، جمهوری خلق چین حاضر نیست کوچکترین امتیازی بهشون بده. در حدود 25 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در توقیف چین هست. یک قرون به ایران نمیدن. میدین ایران الان داره نفتش رو به چین با هر بشکه 4.5 تا 5 دلار تخفیف میده، در حالی که بقیه کشورهای خلیج فارس به قیمت معمولی نفتش رو میفروشن. یعنی مثل گیر آوردن بچه یتیمه و همه دارن این کار میکنن. منتها مشکل جمهوری اسلامی این است که در این حال میخواد با روسیه هم روابط خوب داشته باشه، ولی روسیه و چین رقیب هم دیگه هستن. در جریانات اخیر قزاقستان دیدیم که اینا در دو طرف قرار دارن. روسیه این جریان نمیدونم کمربند و راه رو امضا نکرده. یعنی میدین آقای خامنه ای که امیدوار بود یک مثلث پکن و مسکو و تهران درست بکنه، یکی از پایه‌های مثلثش تو این کار نیستش. یعنی جمهوری اسلامی سرگیجه است، دوچار سرگیجه است، نمیدونه چه غلطی داره میکنه و در این ندونستن اینکه چه غلطی داره میکنه ایران رو میبره به طرف خطرات فوق العاده واقعا وحشت آور. بسیار خب آقای طاهری، اگه اشتباه نکنم یه صدایی هست در فضایی که شما هستید، اگه ممکنه خواهش میکنم که اون رو رفع و رجوعش بکنید. آقای آهی شما بفرمایید که شما چطور میبینید؟ آیا به نظر شما مقایسه این قرارداد با ترکمنچای به این دلیل که فقط سرزمینی واگذار نمیشه مقایسه اشتباهی است، یا اینکه اگرچه که سرزمینی در اصل قرارداد ممکنه واگذار نشه، اما به تجربه سریلانکا نشون میده که الان تقریبا از بندر مونتانا 75% دست چینی هاست، از بندر اصلی از کومبو هم 50% دست اوناست و همش به خاطر بدیهایی که روی هم انباشته شده. با من تحلیلگر اقتصادی، چین قراردادهای مالی با کشورهایی رو که در موضع ضعیفتری دارن با هم معامله میکنن و پای قرارداد میشینن رو چطوری تحت تاثیر قرار میده؟ چطوری میگیره بنادرشون؟ چطوری جای پای خودش رو محکم میکنه با تحمیل شرایط در قراردادها؟ خیلی ساده است. تو این قرارداد یه بدهکاری یه طرف پیدا میکنه وقتی که نتونه اونو پرداخت کنه، وقتی که ضعیف باشه از نظر مالی، اون چیزی که گرو گذاشتن رو میاد تصاحب میکنه. درست مثل کسی که خونه ای رو قرض گرفته، وام گرفته، نمیتونه پرداختای وام رو بکنه، بانک میاد خونه‌ش رو میگیره. این یه مسئله مالیه. فرق عمده‌ای داره با ترکمنچای. یه فرق عمده‌اش اینه یه چیزی تو قانون بین‌الملل امروز داریم که حق ملی کردن رو به هر دولت ساورن میده. مثل ملی کردن صنعت نفت خود. یعنی حتی اگه چین بیاد تصاحب بکنه یه چیزی که در ایران ساخته به ازای وامی که نمیتونه بپردازه، ایران میتونه بیاد یه حکومت بعدی میتونه بیاد اونو ملی کنه. پس ولی در جمهوری اسلامی این اتفاق نمیفته، حتما باید حکومت عوض بشه. میخوام به همین برسم. مسئله مالیه، مسئله فقر ایران، مسئله اینه که درهای دیگر رو ایران با رو خودش بسته. مثلا رقابتایی که در منطقه داره هر کدوم باعث میشه که تسلط چین حتی بیشتر به ضرر ایران تمام بشه. شما الان فکرشو بکنین اگه چین به فکر نفت ایران باشه، 5 برابر نفت ایران از عربستان وارد میکنه. خب معلومه که نفوذ عربستان روش بیشتره. توی همین قرارداد کمربند بلت اند رود که میگن، نزدیکیش با اسرائیل به علت انتقال تکنولوژی، توی امر بسیار مهم که زیربنای مالی این بلت اند رود هست، با این سمارت کانترکت ها، این چیزه که ارزهای دیجیتالی که یه کنترات سمارت بهش داره و به صورت اوتوماتیک میکنه تمام مبادلات اقتصادی رو تو این 56 تا کشوری که این قرارداد امضا کرد. خب اسرائیل برای چین اهمیتش بیشتره، برای که واقعا این زیربنای مالی چیزی هست که یه کانتینر که ترخیصش یه ماه طول میکشید باید که از چین به جیبوتی میرفت برای که به حبشه بره، الان 0 دقیقه طول میکشه، برای که با دوربینا به صورت اوتوماتیک این رو چیز میکنن، ترخیص میکنن. این نوع چیزا برای چین و دیدگاهی که چین راجع به آینده اقتصاد و تسلطش داره
جایی که حتی آمریکا رو واقعا میتونه در مشکلی قرار بده. شما فکر بکنید یه بوئینگ 787 2.3 میلیون قطعه داره، توی 50 تا کشور ساخته میشه، چطوری میخوان کنترات اینا رو بنویسن؟ برای چین با معاهداتش توی 50 تا 6 کشور همه اینا اتوماتیک میشه. ایناست که مهمه برای چین. ایران میشه یه کشور ضعیفی، یه قرضی کرده نمیتونه پس بده، میام دستشون رو میذارن روی چیزی. هنوز انقدر به عدم ثبات ایران عقیده دارن و نگران هستن که اون راه بسیار مهم که قراره از شمال به جنوب، از بلت به رود بست بشه، از راه پاکستان به گوادر میره، در حالی که ایران از نظر جغرافیایی راه طبیعیشه. ایران چهار راه جاده ابریشم بوده و باید از این استفاده بکنه. ایران باید نقطه‌ای بشه که همه این خطوط مبادلات اقتصادی به هم دیگه وصل میشن. ولی یه چیزی شده که جنوبش رو چین داره این کارو میکنه. خیلی مهمتر از این مسئله مالی با چین، مسئله اونجا حاکمیت و ارضیه که با روسیه در خزر داره، که با آمدن ترکیه و قرسو، وصل شدن به نخجوان، از اون را به زنگزور، از اون را وصل شدن به آذربایجان، راه ما رو بستن برای که کانال گازی مستقلی برای ترکمنستان و ایران به اروپا باز بشه. اون دیگه اهمیت جهانی داره، منطقه‌ای هم نیست، برای اینکه اروپا رو محتاج شیر گاز روسیه نگه می‌داره. بله. ایناست اشتباهات کلانی که ایران داره میکنه برای که تمام فرصت‌ها رو از دست بده، درها رو خودش ببنده، آخرش هم مغروز بشه مثل یه نفر که قرض کرده از بانک، خونه‌شو مجبور بشه واگذار کنه. آیا تا به که اینهایی که داریم راجع بهش حرف میزنیم سرمایه‌های ملی است؟ خاک ایران در شمال که اشاره کردن به بحث تمامیت ارضی و مسائلی که با روسیه هست، در جنوب اگر بندری واگذار بشه، اگر که قرارداد مالی بسته بشه، در نهایت در صورت عدم بازپرداخت که خب جمهوری اسلامی فعلا خزانه کشور رو به جد خالی کرده، در یک همچین وضعیتی ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ جمهوری اسلامی آیا استراتژی مشخصی رو داره دنبال میکنه؟ یعنی همزمان ما مذاکرات با آمریکا رو داریم، مذاکرات با عربستان رو داریم، قرارداد 25 ساله اینجا اجرایی داره میشه و امیر عبداللهیان در چین، رئیسی در روسیه، چه اتفاقی داره میفته؟ اجازه بدید خانم دکتر ثابت اشاره کنم که این ادعایی که وزیر امور خارجه ایران در دیدارشون از پکن گفتن که اجرایی داره میشه این قرارداد امروز، من رو به یاد یک ضرب المثل در زبان فارسی میندازه. میگن خونه داماد هیچ خبری نیست، خونه عروس دیمبل و دیمبو. یعنی وقتی شما نگاه میکنید رسانه‌های چین رو، رسانه‌های بین‌المللی چین رو، اشاره بسیار بسیار ضعیف به این دیدار دارن و اصلاً اشاره آنچنانی هم به این عهدنامه نمی‌کنن. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست اصولی چین، راهبردی چین، یه سیاست ترجیحیه به داوری من. یعنی نگاه میکنه سود و زیان رابطه خودشو در عرصه روابط بین الملل میسنجه و میبینه که رابطه با ایران چه سودی میتونه براش داشته باشه و چه زیانهایی در بر داره. اشاره کردی که کشورهای همسایه دیدارهایی داشتن از پکن، قراردادهایی رو امضا کردن، اما ایران در شرایط کشورهای همسایه نیست. برای کشورهای همسایه ایران گزینه‌های متفاوتی وجود داره برای اینکه عهدنامه ببندن، پیوندهای اقتصادی و سیاسی داشته باشن. بنابراین وقتی میرن به پکن و پای میز مذاکره میشینن، گزینه‌های آنچنانی دارن. همه تخم مرغ‌هاشون رو تو سبد چین نمیگذارن. اما در مورد ایران اینچون نیست. انزوایی که ایران در حقیقت داره تجربه میکنه، گزینه‌های چندانی در برابرش نمیگذاره جز فدراتیو جمهوری فدراتیو روسیه و یا چین. به همین خاطر تمکین میکنه، سر تعظیم فرود میاره و تلاش میکنه که تمام خواستهای چین رو یکی بعد از دیگری پاسخ مثبت بده. اگر میگه که خط راهن زاهدان گناور از دست هندی‌ها بگیرید به ما بدید، میگن چشم. اگر میگه که میخوایم بندر عباس کنسولگری باز کنیم، یه چشم. اگر میگه باید شما نفت رو با تخفیف به ما بدید، میگه چشم. اگر و و اگر و اگر و از اینهای بسیار، به خاطر اینکه گزینه چندانی نداره. اما از طرف دیگه چین نمیاد وضعیت خودش رو به خطر بندازه، وضعیت اقتصادی خودش رو با قدرت‌های مطرح جهان، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه و به خاطر در حقیقت گل روی ایران. فراموش نکنید که
جمهوری چین بزرگترین صادر کننده کالا به ایالات متحده امریکا است و سومین وارد کننده کالا از ایالات متحده امریکا. چه آدمی باید در حقیقت دیوانه باشه، ابله باشه که تمام این در حقیقت تنوع اقتصادی، نعمات اقتصادی رو به گل روی در حقیقت جمهوری اسلامی ببخشی که فقط میخواد با جمهوری اسلامی رابطه بهینه داشته باشه؟ خب ببینید، قطعا که این اتفاق نخواهد افتاد، همینطوری که خود شما به نظر میرسه به همین نتیجه دارید میرسید، این اتفاق نمیفته. ولی چین دقیقا چی داره میگیره از اینا؟ اون چیزی که ما نمیدونیم دقیقا چیه، یعنی رو چی داره حساب میکنه، تا کجا میخواد بره جلو؟ چین در حقیقت نگاه میکنه که ایران در موقعیت بسیار ضعیفیه، از ضعف ایران داره استفاده میکنه که امکاناتی رو برای خودش دست و پا کنه در ایران و با کارت ایران بازی کنه، از قدرت‌های بزرگ امتیازاتی بگیره. ایران گمان میکنه که همین نقشی رو که کره شمالی برای چین داره، ایران هم میتونه ایفا کنه، در صورتی که ایران کره شمالی نیست. کره شمالی حیات خلوت چینه. بسیاری از خواستهای چین رو کره شمالی جامعه عمل میپوشونه، در زمینه نظامی، در زمینه اقتصادی، در زمینه امنیتی. اما ایران چون این نقشی رو نمیتونه داشته باشه. بنابراین چرا؟ چین آنه که فکر میکنه چرا نمیتونه داشته باشه؟ به خاطر اینکه اگر بخواد چون این وضعیتی رو ایران داشته باشه، منافع چین در حقیقت باید در تضاد با منافع کشورهایی قرار بگیره که به منفعت بیشتری در حقیقت به چین میبخشند و چین در حقیقت در اون سیاست ترجیحی که بهش اشاره کردم اشاره قرار نداره که تمام تخم‌مرغ‌های خودش رو در سبد ایران بگذاره و از تمام نعماتی که مترتب است بر روابط پیچیده چین با جهان خارج چشم بپوشه. بسیار خب آقای طاهری، جمهوری اسلامی و به حال اداره کنندگان این حکومت حاضر هستند چشم به این چشم بادامی ها بگویند، ولی هزینه پرداز 40 و چند سال دشمنی با آمریکا باشند. این وسط داره در ذهن مقام های جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته؟ ما با فساد گسترده روبرو هستیم، یعنی این به هر حال اون بخش هایی که چین دنبال میکنه در برنامه ریزی در کشورهای مختلف، یه بخشش اینه که خب رو حکومت های دیکتاتوری حساب میکنه، از فساد درون بهره میگیره، رشوه میپردازه، جیب خیلی ها رو پر نگه میداره برای اینکه بتونه به اون مقاصدی که میخواد برسه. اخلاقی وجود نداره این وسط برای معامله کردن در سمت چینی ها. در سمت جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میفته؟ اینها چی دارن میگیرن که جمهوری که ایران رو اینجوری دارن تقدیم میکنن؟ جمهوری اسلامی اسیر یک ایدئولوژی هست که نمیتونه خودش رو ازش آزاد بکنه و بایستی سقوط بکنه. اینو در اتحاد شوروی هم دیدیم. در اتحاد شوروی کوشش‌های زیادی شد برای اصلاح یه رژیم غیر اصلاح پذیر و به هر حال به سقوط انجامید. در چین، چینی ها اینقدر باهوش بودند که در زمان دنگ شیائوپینگ فهمیدند که یه جایی بایستی پرونده ایدئولوژی رو ببندن و تبدیل بشن به یه دولت معمولی. حالا یه دولت معمولی ممکنه خوب باشه یا بد باشه، ولی مثل یه دولت عمل میکنه. جمهوری اسلامی نمیتونه مثل یه دولت عمل بکنه. خود آقای خامنه ای بارها گفته که ایران یک رژیم غیر عادیه و هیچ وقت هم عادی نخواهد شد. اگر ایران یه رژیم عادی بود، ما با چین قرارداد بازرگانی داریم 1355 به امضای آقای لی شینین وزیر دارایی چین و هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد دارایی ایران. در اون قرارداد بازرگانی استانداردهای دو طرف رو میپذیریم. اون موقع چون چین جزو سازمان بین‌المللی بازرگانی نبود، تعرفه ها رو هم تعیین کردیم، میتونیم با هم تجارت کنیم مثل بچه آدم، مثل دولت های معمولی. ولی جمهوری اسلامی نمیتونه در هیچ زمینه خودش رو یک دولت معمولی بدونه. یه دولت معمولی و عادی در خدمت مردمش میخواد یه ایدئولوژی رو صادر بکنه، میخواد انقلاب بکنه، میخواد کاخ سفید رو تبدیل به حسینیه بکنه، میدونید؟ ولی در این حال در همین زمینه هم دروغ میگه، برای اینکه وقتی چین مسلمانان اویغور رو کشتار میکنه، جمهوری اسلامی یک کلمه نمیگه. وقتی برمه مسلمانان رو اخراج میکنه، 48 کشور میرن به کمک اون مسلمانان، جمهوری اسلامی نمیره. یعنی میدونید دوچار یک ایدئولوژی و دوچار یک فرهنگ دروغ‌گویی. آقای عبداللهیان هم، امیر عبداللهیان هم دروغ میگه،
چیزی اجرایی نشده، برای اینکه می‌دونین این ساختن 400 شهر جدید در ایران، اینا قرارداد میخواد، اینا مذاکره میخواد. می‌دونین قرارداد بازرگانی ترجیحی ایران و چین 3 سال طول کشید تا مذاکره کردن. 3 سال. حالا شما یک همچه چیزی رو در 117 صفحه که از پرورش کرم ابریشم گرفته تا ساختن هواپیماهای جنگی و پایگاه، اینا همه رو میخواین از امروز اجرایی شد. کجا اجرایی شد؟ یعنی میگه خیالمون راحت باشه اتفاق نیفتاد. خیالمون راحت نیست. میدونی گرفتاریش اینه که حتی در این چارچوب هم سر ما کلا میذارن. میدونی باز اگه یه قراردادی بود، یه قرارداد یعنی یه چیز مشخصی، میدونی به قول معروف آلاکارت که نیستش. ولی اینا چون میدونی اینا مثل زومبیای میمونن که دور خودشون میچرخن، هی به این در میزنن، هی به اون در میزنن، از این ستون به اون ستون فرجی. یعنی واقعا این دولت صلاحیت معرفی کردن ایران رو نداره و اینو باید هر چه زودتر بفهمن، هم به نفع خودشونه هم به نفع ملت ایران. کی بفهمه؟ بفهمن که نمیتونن. میدونی یعنی تو خود مقام های جمهوری اسلامی رو منظورتونه؟ بله. میدونی یه چی، رهبران چینی یه موقعی فهمیدن، رهبران اتحاد شوروی هم یه موقعی فهمیدن، حتی کوبای خاک بر سر هم تا یه اندازه فهمیدین، آقای رابرت موگابه هم اینو فهمیدین. اینا هم بالاخره خواهند فهمید، چون این رژیم به نظر من آینده دراز مدتی نداره، ولی در حال حاضر میتونه برای ما درد سرایی درست بکنه که سالهای سال هر رژیمی در ایران سر کار باشه باش روبرو باشه. ببینید آقای طالبی، یه مسئله اشاره کردید در مورد اینکه به هر حکومت‌های مختلف حاضر به تغییر جهت و تغییر خط مسیر شدن در یه جایی. همین چین رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، چین الان در حال حاضر نه فضای داخلش رو باز کرده، نه وضعیت، نه دموکراسی داره، نه اون رشد و گسترش اقتصادی که به هر حال در به یمن سیاست اقتصاد باز نصیب شد به فضای داخلش ربطی پیدا کرد، ولی اون همین الان داره از فضای سیاست اقتصاد باز و اقتصاد آزاد داره استفاده میکنه، رشد اقتصادیش رو خیلی گسترش داده. تفاوتی که بین چین و جمهوری اسلامی هست اینه که اونجا به هر حال منافع ملی معنی داره. کامل من دارم همینه میگم، یعنی جمهوری اسلامی از هر دو طرف بازنده است، هم مردمش تو خیابونا میکشه هم چیزی گیرش نمیاد، در دنیای بیرون هم کسی بهش محل نمیذاره، همه مثل بچه یتیم باش رفتار میکنن، هر کی میاد میزنه تو سرشون میره. این گرفتاریه، یعنی یه چیزی که فقط باخت داره، همه در بازنده هستن، آقای خامنه ای هم بازنده است، یعنی میدونیم سپاه پاسداران هم بازنده است، هیچ کس در این بساطی که اینا درست کردن برنده نیست. لااقل در چین خیلی خوب مردم چین از نظر سیاسی بازنده هستن، ولی زندگیشون بهتر شده از نظر جمهوری اسلامی هم چه اتفاقی نیفتاده. یعنی ما هم زندگیمون از نظر مادی بهتر شده، هم آزادیامون کمتره، هم کسی بهمون احترام نمیذاره. چینیا الان در همین پاریسی که من هستم به عنوان توریست میان مورد احترام هستن، ایرونی ها که میان تو فرودگاه توقیفشون میکنن. این فرقشه. بسیار خب. آقای شما نظرتون چی بود در مورد تحلیلی که آقای عطابکی و آقای طاهری دادن؟ چیزی دارید در این مورد اضافه کنید یا سراغ محور بعدی؟ هر دو نکات خیلی خوبی رو گفتن. رجوع به صحبتی که آقای طاهری کردن، ببینید چین 700 میلیون نفر از زیر خط فقر آورده بالاش، ایران در حدود 20% همین 4 سال اخیر رفتن زیر خط فقر. فرق خیلی بزرگی. چین داره از روابطش با همه استفاده میکنه. ایران میتونست حتی از رابطش با چین برای باز کردن خط گاز به اروپا استفاده بکنه، برای که به نفع چین. روسیه اگه گازش رقیب داشته باشه، گازی که چین از روسیه میخره ارزان‌تر براش تمام. باره ولی به ضرر روسیه بود. مسئله مشکل ایران اینه که هم باید روسیه رو راضی نگه داره، هم چین رو راضی نگه داره. همینو میگم. یعنی وقتی که شما رابطه با همه دارین، همه دراروتون بازه، از یکی در جای دیگه استفاده میکنید. بعد که همه مثل قبل از انقلاب، ما نیروگاه اتمی میخواستیم بخریم، رقابت بود بین آلمان و فرانسه و آمریکا. آخرش با وجود اینکه میگفتن ایران استقلال نداره، دنبال رو آمریکا هست، ما نیروگاه از آلمان خریدیم، فقط و فقط به علت مزیت تکنیکیش. حالا فقط اون کشور که چرنوبیل ساخته گزینه این چیز اتمی. یعنی استقلال واقعا اینکه این جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی برای استقلال بود باید باز تعریف بشه. استقلال یعنی گزینه داشتن،
گزینه داشتن مستلزم روابط خوب با همه. همه در رابطه که ببندین یه در روتون باز باشه استقلالتون هم از بین رفته، فقر تنها نتیجه ای که حاصل میشه. آقای آهی، شما فکر میکنید الان در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی داره چه استراتژی رو دنبال میکنه؟ یعنی با همه این هایی که برشمردیم، با همه ریسکی که هست، با همه فشاری که وجود داره در همه طرف، استراتژی بقا قاعدتاً میبایست اصل قضیه باشه، ولی مسیری که داره میره حتی به بقا هم نمیانجامه. در مغز اندیشمندان اینها، مشاوران اینها، کسانی که برنامه ریس هستند، فرض کنیم که شما تمام بنادر جنوب ایران رو هم دادید، فرض کنیم تمام شمال جنوب شمال رو هم به روس‌ها واگذار کردید، در نهایت وضعیت رو قرار چطوری اداره کنید؟ چی دارم فکر میکنم؟ من همش دارم سعی میکنم که از نقطه نظر اونها ببینیم چه برد و باختی در میان هست. جمهوری اسلامی خودش یه خلافت شیعه میبینه، مسئله ایران براش اهمیت نداره، مسئله جاش توی جهان اسلام و بخصوص برتری شیعیان بر بقیه هست. و از این رو کربلا و نجف جز بدنش، ارگانهای بدنش، یه جای خارجی نیست، در حالی که بلوچستان و کردستان براش اهمیت حزب الله و دره بکا رو نداره. یه موجودی که اصلا نمیشه رو این حساب کرد که حالا شکست خورده در اینی که ماکسیمیزه نکرده منافع ملی ایران رو. منافع ملی ایران براش مهم نیست. خب الان چه ارزیابی باید کرد از استراتژی روابط بین الملل جمهوری اسلامی؟ فقط تو فقط مقابله با دو نیروی که فکر میکنن میتونه جلوشون رو بگیره، اسرائیل و آمریکا. بین دو تا چراغ این ماشین تئوری حکومت آقای خمینی که آقای خامنه‌ای به علت اینکه واقعا مرجعیت واقعی نداره نمیتونه ازش خارج بشه، مجبور در همون مسیر تا آخرش بره. و در اون مسیر نه اقتصاد مهمه مال خره، نه ایران مهمه، فقط تو فقط اینه که با این نیروهای نیابتیش چجوری در شام، در بغداد، در یمن قدرت بیشتری رو به دست آورده. فقط براش ممنونم. در پایان برنامه هستیم، حدوداً یک و نیم دقیقه به هر کدوم از شما اگه برسه فرصت بدیم برای یه جمع‌بندی در مورد ارزیابی شما از این قرارداد 25 ساله و مسیری که داره ایران میره. آقای عطابکی شما بفرمایید. اجازه بدید بگم که جمهوری اسلامی در حقیقت، زایش جمهوری اسلامی مدیون دوران جنگ سرد. این جنگ سرد بود که زمینه رو برای چنین برپایی چنین نظامی فراهم کرد و در رویای حاکمان جمهوری اسلامی بازگشت به عصر طلایی جنگ سرد همیشه مطرح بوده. جنگی که در حقیقت جهانی که دو قطبیه، یک قطب غرب وجود داره، یک قطب دیگه شرق، شرقی که در حال حاضر در جمهوری چین و جمهوری فدراتیز روسیه متجلی میشه. جمهوری اسلامی بر این باوره که بقای این نظام در این ستیز متکی به در حقیقت همیاری و همگاری با چین و با روسیه هستش. اینکه آقای خامنه ای اشاره میکنه سیاست راهبردی ما نزدیکی به شرق و دور شدن از غرب، در حقیقت در ذات این نشسته در اون نگرانی امنیتی این نظامی که اگر که وضعیت به گونه ای بخوره که نافرمانی عمومی بشه و قدرت هایی از این نافرمانی عمومی بخوان استفاده بکنن، این چین و روسیه است که در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیره. آقای طاهری. من فکر میکنم مسئله فوری برای ما ایرانی هایی که الان به خصوص در خارج هستیم این است که به چینی ها و دیگران بفهمونیم که از نظر دراز مدت به نفعشون نیست که بیان وارد چنین معامله با جمهوری اسلامی بشن. چطور؟ البته خیلی الان جذاب به نظر میاد. چطور باید بهشون بفهمونیم؟ با تماس گرفتن، با مقاله نوشتن، با دیدنشون، با فرستادن پیام به رهبرانشون، با رفتن به سفارتخونه هاشون، با تظاهرات روبروی سفارتخونه هاشون. و این کار رو مردم ایران در مورد کنوانسیون خزر انجام دادن. کنوانسیون خزر هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده، برای اینکه حتی اعضای مجلس شورای اسلامی جرأت ندارن یه همچه کاری بکنن. و میدونی اینم فراموش نکنیم که
در داخل ایران هم نیروهایی هستند که علیه چنین فروش ایران و چوب حراج زدن به ایران بیستند. یعنی اینجوری نیست که تمام کسانی که در ایران زندگی میکنن کار میکنن همه گوسفندانی هستن که دنبال آقای خامنه ای میرن. بنابراین کار تموم نیست، مبارزه باید ادامه پیدا بکنه. پیام ما به چینی ها و به روسا و به آمریکایی ها و هر کس دیگه این است که ممکنه الان بتونی به ما زور بگین، ممکنه الان ما رو یتیم گیر آوردین، ولی ایران دیروز به وجود نیامده، فردا تموم نمیشه و در نتیجه فکر روابط آیندهتون با ایران باشید. بسیار خب، البته مردم فهیم و واقعا آزادی که در درون ایران هستن خب قاعدتا راهی برای ابراز مخالفت جدی هم ندارن، برای میدونیم که کشور یک کشور دموکراتیک نیست و این قراردادها هیچ وقت به رأی گذاشته نمیشه. آقای دلایل زیادی تو آستین داریم نشون بدیم این وضع قابل ادامه نیست. جمهوری اسلامی موندنی نیست، دنیا به فکر بعد از جمهوری اسلامی باشه. آقای طاهری به درستی گفتن و در همین مضمون کمپینی را بندازیم برای علنی کردن، فاش کردن مفاد این برنامه و مخفی نموندنش و گفتن اینی که این به نفع خود چین، به نفع خود جهان، به نفع آینده روابط چون با شناختی که از چین هست فکر میکنین اصلا یه همچین چیز رو بپذیره چین با توجه به اینکه منافع جدی اقتصادی داره؟ کوتاه لطفا. حتما، برای اینکه همونطور که عرض کردم خیلی از دشمنان ایران در منطقه نفوذ بیشتری دارن روی چین تا ایران و از هم اونا میشه استفاده کرد. به هر حال چین متوجه منافعش جاهای دیگه هم هست، فقط فکر منافعش با جمهوری اسلامی که نیست. ولی برجسته کردن این موضوع که ماندنی نیست، به فکر بعدش باشین، بسیار مهم. بسیار خب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، امیر طاهری روزنامه‌نگار، تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی و شهریار آیی تحلیلگر سیاسی. سپاسگزارم از شما آقایون که مهمان ما بودید و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت همه شما بخیر. ایام بکا.